سلام به دوستان عزیز. یه سوالی که خیلی پرسیده میشه این که دیدروژسترون چطوریه که توی پریگننسی داره تجویز میشه؟ مگر دیدروژسترون یا همون دوفاستون پروژسترون نیست؟ مگر نباید که توی بارداری تجویز نشه؟ پس چرا داره هی تجویز میشه؟ بحث اینه که به همون دلیلی که ما شیاف پروژسترون رو توی بارداری دارن تجویز میکنیم برای پیشگیری از سقط‌های عادتی، دیدروژسترون هم میتونه همچین کاربردی داشته باشه. مطالعه هم داره در این زمینه که انجام شده و دیدروژسترون رو ممکنه که پزشکان برای پیشگیری از سقط‌های عادتی در پرگنانسی هم تجویز بکنن. پروژسترون ردش توی بارداری منع مصرف مطلق نیستش. بسته به نوع پروژسترونی که انتخاب میشه، ایندیکیشن مصرف ممکنه که بتونه در بارداری استفاده بشود. همه انواع پروژسترون رو نمیتونیم استفاده کنیم، ولی بعضی هاش مثلا شیاف پروژسترون، مثل تیروژسترون، مطالعاتی که انجام شده دیده که سیف بوده و از طرفی کمک هم کرده به پیشگیری از سقط‌های عادتی. بنابراین پروژسترون در بارداری در صورت صلاح دید پزشک با توجه به مطالعاتی که انجام شده ممکنه که استفاده بشه. در مورد دیدروژسترون ایندیکیشنش پیشگیری از سقط‌های عادتی مثل شیاف پروژسترون. خسته نباشید.